چقدر خوشگل شده. حالا کجاشو دیدی؟ ایران خیلی عوض شده تو این سالا. دلم لک زده بود واسه مملکتم. آدم هر جا باشه آبازم غربت. تو چند سال میشه ایران نیومدی؟ خیلی، 13 سال. خیلیه. ولی جالبه که لهجت اصلا تغییر نکرده. خواهرتو که میشناسی، تو خونه فقط با ایرانی حرف بزنیم و الا دلم برای فرخونده لک زده. هر کاری کردم گذشته ها رو فراموش کنه، نشد که نشد. مرغ یه پا داره. مامانم کینش شطوریه دیگه. خاله تو رو خدا شما به من بگین اصلا سر چی قهر کردید؟ من که هیچ وقت نفهمیدم، اونم این همه سال. چی بگم عزیزم؟ میگم واسهت، همش از این سوء تفاهم شروع شد. یه مش حرفای علکی بی خود و بی جهت، همش به خاطر اون مرتضای بابا. بعد از این همه سال زندگی با یه جوجه زد به چاک. الانم نمیدونم کدوم گوریه. هم خانواده‌مو ازم گرفت، هم بس دیگه. دلم میخواد فقط راجع به آینده حرف بزنیم، راجع به روزای خوب. عاشقتم یعنی مانیا. تو چه خانوم شدی واسه خوده؟ خب خانم خانوما تو بگو. دانشگاه آکسفورد و لیسانس فلسفه و چه شبه. گفتم که بهتون دارم رو تزم کار میکنم. کار سختیه ها، ولی خب امیدوارم بشه دیگه. فکر کردم بیام ایران پیش شما، توی محیط آروم کارم بهتر پیش میره. بعدشم به نظر من که دیگه وقتشه مثل قبل دوره هم جمع شیم. آره والا من که از خدامه، فقط فرخونده از خر شیطون بیاد پایین، دست از لجبازیش برداره. راستشو بخوای من خودم هم یه وقتایی خیلی احساس تنهایی میکنم. شما دیگه چرا؟ خاله جون هیچ کس از دل اون یکی خبر نداشت. ببینم میدونستی همیشه الگوی من بودی؟ واه کی؟ من؟ بله. شکستن الگوها کار هر کسی نیست. تو ایران توی مملکت سنتی با یه پسری ازدواج کردی 10 سال از خودت کوچیکتر. عشق یعنی همین دیگه، یعنی اون چیزی که باورش داری و انجام بدی، هیچ کی هم نترسی. نمیدونم، گاهی وقتا فکر میکنم کار درستی نکردم. نگو پشیمونی. دیگه دارم پیر میشم دختر، زنگ خطر. ای بابا، زنگ خطر واسه خاله خوشگل ما من که باورم نمیشه. آخه فکر کن یه زن جذاب و پولدار، یه پسر جوون و عاشق پیشه. واو چه رومنسی. سلام. سلام خانم، خوش آمدین. مانیا خواهرزاده من، جعفر آقا همسرشون، اقدس خانم. ممنون. منم جعفر آقا زحمت بکش از تو صندوق عقب این چمدون رو در بیار. ممنون. اقدس بیا کمک کن. بریم یه قهوه بهت بدم، خستگی در بیار. بیا تو خاله. کاش فرخونده هم می اومد. میاد خاله، بهت قول میدم. خوبه؟ خوشتیپه. کی؟ شوهرت دیگه. بله، پس چی فکر کردی؟ خانم ساکو کجا ببره؟ ببر بالا بذار تو اتاق مهمان. چشم. چقدر سنگینه.
بفرمایید. خب موضوع تز چی هست؟ لذت گناه. خب یکم توضیح بده منم بفهمم. مثلا راجع به اینه که اصلا آدمیزاد چی میشه که به سمت شر تمایل پیدا میکنه؟ این وسوسه گناه از کجا میاد؟ اینجور حرفا. خیلی خوشحالم که اومدی مانیا. راستش داشتم از تنهایی دق میکردم. آدم که نمیتونه با هر کسی درد و دل کنه، تو از خودم. منم خیلی خوشحالم. اصلا احساس میکنم تو خونه خودم. خوبه، قهوتو بخور، بعدش هم برو یه دوش بگیر. سهیلم تا موقع میرسه، منم میرم یه شام کوچولو درست میکنم. خیلی وقت دستپخت خالتو نخوردی. خانم چیزی لازم نداری؟ نه، دست درد نکنه جعفر آقا. شبت بخیر. شب شما بخیر. سهیل تویی؟ چرا جواب نمیدی؟ خواستم سورپرایزت کنم. حال میده. چند بار بهت زنگ زدم. کجا بودی؟ ولکن بابا، فروختم. شام ردیف کردی این وقت شب؟ آها، خواهرزاده محترم تشریف آوردن. گفته بودم که مانیا قراره بیاد. نمیشد بیای با هم بریم دنبالش؟ خیلی بد شد. البته نه، اشکالی هم نداره. وقت که با خواهرزادتون یه گپی بزنید و پته منو بریزید رو آب. آره. یعنی چی؟ داستان همون فیلم‌ها و عاشق دلخسته و آس و پاس و زن پولدار و سندار و... خیلی خب بس کن دیگه سهیل. گفتم که نمیخوام جلوی مانیا حرفمون بشه. آها، پس نمایش شدیم. ببین، من دیگه حال حسنش ندارم. حالا مگه کی هست؟ من از قهنی پیدا شده چون از انگلیس اومد، باید بزنیم رو سرمون حلوه حلوهش کنیم. نه آقا جون، من دیگه حال حسنش ندارم. خیلی خوب، صدا تو میشنوه، بالاست. بشنوه. من میرم یه دوش بگیرم. بعدش هم میایم به افتخار فامیل محترمتون یه شام مفصل بخوریم. تو هم این رژیم مسخره‌تو ول کن امشب. سلام. سلام. خوبی شما؟ ممنون. ببخشید مزاحم شدم. خواهش میکنم. بیا ببین برای چی درست کردم. خانم جان، صبحانه آقا رو ببرم؟ نه از خانم، هنوز خوابه، بیدار شد براش ببرم. باشه چشم. خاله اینم از خونه عمه یادته که بکن یادم نباشه.
در ضمن یه موبایل برات گرفتم، شماره هم توش سیو کردم، کارداشتی بهم زنگ بزن تو داشبورد. اینه؟ اینا چیه؟ مال توه، برایش لازمت میشه، این یه دستوره. چشم، من میگم اصلا تو یه دستور بده، من میگم چشم. در ضمن مانیا، اینم کارت رستورانه، بدی به آژانس میارتت اونجا. بای، خداحافظ. خالت زده به سرش، فکر نمی کنه که بعدن مردم چی میگن. شما هم که تنهایی، بچه ها بهتون سر میزنن؟ ای سال ماهی یه مادرشون سر میزنن، میدونی که دور زمونه همینه دیگه. بله عمه جون، این قابل شما رو نداره. وای قربونت برم من، دستت درد نکنه. چایی آوردم؟ بله. خب چطوره؟ عالی، خوش سلیقه‌ای خاله. چطوره سر حال نیستی؟ چی بگم، یه مدتی خیلی به هم ریختم، همش فکر میکنم نکنه حرفای مردم درست باشه و سهیل بذاره بره. اون از اولی، اینم از اینکه بالاخره از من خیلی جوان تره. به خاطر همین سرم با کار مشغول کردم، میخوام یه بیزینس حسابی را بندازم. چطوره؟ به به، ولی از من میشنوی بی خیال این حرفش. نمیفهم، عجیبه واسم. تو با این وضع و اوضاع اصلا دیگه نگران چی؟ خواد بره، بره. بعد جوری بهش وابسته شدم. اگه بره داغون میشم. من نمیره، کجا بره؟ تازه من فکر میکنم خیلی هم دوست داره. واقعا؟ نمیدونم، شایدم تو راست میگی. سلام. دست درد نکنه اقدس. مرسی اقدس خانم. قربونت برم. اقدس خانم، اینا همیشه با هم اینقدر دعوا میکنن؟ چی بگم مانیا جون؟ چند وقته با هم نمیسازن. آقا جون نمیخوام اصلا دوست باشه. نمیخوام. آقا که بیشتر با دوستاشو هستن. من با تو دارم حرف میزنم. اصلا اون کاری اقدس تنها میذارن. اقدس جا خوش کردی؟ اومدم جان فراغ. ضعف میکنه قلب شریف فشش میده. اوه خستم کردی. خاله کجایی؟ خاله خاله اینجا مانیا. وای خاله چی شده؟ برسان خاله خوبس. کجاست؟ بالا اتاق. جعفر آقا، اقدس خانم بیای کمک. شما بیرون باشید.
چطوری؟ بهتری؟ بازم چطوره دکتر؟ رفتنیه؟ اگه این بازی ها در بیاری، البته. بازی ها؟ گفتم یه آدمش رو خون بنویسم، مطمئن باشم که حدسم درست. دکتر، معذرت میخوام، منظورتون چیه؟ داروی اشتباهی خورده، فشار خونش رفته بالا. امکان نداره دکتر، من همون قرص همیشگی رو از جعبه قرصام خوردم. حتما اشتباهی شده، داروی شبه همدیگه هستم. توی خونه کسی هستش که داروی ازدیاد فشار بخوره؟ سلام، این صورتحساب و برگه ترخیص، اینم دارو. آی دکتر، ما دیگه میتونیم بریم؟ چیزی میخوری یا میخوای استراحت کنی؟ نه، همش دارم فکر میکنم من هیچ وقت داروامو اشتباهی نمیخورم. مانیا، یعنی فکر میکنی که آره بعد جوری دارم نگران میشم؟ آخه چرا باید داروتو عوض کنه خاله؟ نمیدونم، اصلا نمیخوام بهش فکر کنم. یعنی فکر میکنی میخواد بلایی سرت بیاره؟ این خبش بد بینی؟ نمیدونم، فقط میدونم من هیچ وقت قرصامو اشتباهی نمیخورم. خب اگه اینجوری فکر میکنی چرا به پلیس خبر نمیدی؟ خب شاید هم دارم اشتباه میکنم، اصلا گیر شدم، بلش کن. بزرست من یکم دارم فکر شد. خب داری اشتباه میکنی، استراحت کن. دازیب، بچه اینو میخواستم بهتون بگم، مانیا تو انگلیس رشته فلسفه خونه. یعنی چی؟ یعنی میتونی باش فلسفه بازی کنی، برو تو کارش. بگم اونجا درس خوندن چجوریه؟ شنیدم برعکس اینجا که همه چی اشغاله، اونجا رو سه آدم همچی میکشن. بستگی به علاقت داره دیگه، اونجا که اصلا درس میخونن که بیشتر میخوان به یه چیزی برسن، نه همجوری علکی مثل اینجا واسه مدرک. چرا فلسفه خوندی؟ به خاطر علاقم به سوالای اساسی که تو ذهنم بود. واسه چی به دنیا اومدیم؟ تو زندگی چی کار میکنیم؟ کافیه؟ کافیه. خب بابا بالا نیاری، خودتو جمع کن یه خورده. شما واقعا چی فکر کردین؟ خواهرزاده من کلی واسه خودش مخه. کار ما سخت شد که بابا. نه بابا چه سختی شد، بخور شما سردرد نگیری، بخور. درس خوندن چی آخه؟ دو روز زنده میخواییم زندگی کنیم. من که اصلا حوصله درس خوندن ندارم، میخوام بریم گردش، سفر. آخ گفتی، من عاشق سفرم، دوست دارم برم تا کجا؟ تا کجا؟ تا آخرش. زوده حالا، بودی بابا. چشم قربان، هرچی شما بگیم. این حرف روش کنم، این حرف روش کنم. بدجور رفتم تو کفه این سوالات اساسی ها. سواله اساسی یا شیط. خوبه، جالبه فلسفه علاقه من شدیم. میگم من که بخواین من میتونم یه عالمه کتاب بهتون معرفی کنم بخونی. نمیشه خودتون یادم بدین دیگه، اونجوری رو دل میکنین، چشات از علاقه میزنه بالا. یه ذره خود کنترل کن، جمع کن خودتو، مرد باش. راستی فروشون دیشب تورید شده بود؟ آره، تو از کجا فهمیدی؟ من بهش گفتم. آخه می‌خواستم برنامه امشب رو کنسل کنم، گفتم که نیام بهتره، حالتم بده. آخه بازم قلبته؟ خب باید دیگه خیلی مراقب باشی. آه چطور مگه؟ هیچی، خب کسی که ناراحتی قلبی داره هیجانم براش سم. ببینم از کی تا حالا تو دکتر شدی؟ خب مگه بد میگم؟ ببین همین الانم هم رنگ و روش پریده. خوبی؟ مطمئنی؟ اگه خوب نیست بگم برم. تا سب میدونم. پاشه سلامت. اینا خونه هاشون هم دوره. ببینم مانیا خانم، آدم رو دعوت میکنم، بعدم اینجوری به آدم توهین میکنم. جمعه شادی داریم، چه دوستای خوبی. مگه بده؟ کچه تو من دوست داری؟ جوونن دیگه، هل بزن و برخص و اشخار. همه چی تا؟ آخرش، همون شده. هله در خدمت. موزیکی، چیزی، همینجور که خوشگفالی نمیشه. خیلی خوش، شما بگی چی دوست داری؟ بلوم بده. چی دوست داری؟ همه چی؟ پویزه با کلاس ها، لبه کارو، یه گل بارون. کسی سیگارم رو تو ماشین جا گذاشتم، سیگار داری؟ میارم واسه.
بچه‌ها ببخشید من یه لحظه. کجا بابا، تازه سر شبه که. ای بابا فروغ ببخشید. شما کجا مانی خانم؟ اینم پیچه پاشو دیگه سیگار میخوام. خیلی خوب خودی به مومبس رفت. بزن حالا بزن بیا. ویلکم بابا بچه بکن. سیگار باشه. دیگه شورشو در آورده. این دختره شهره کیه؟ خیلی واسم آشناس. آره بابا دیدیش، توی رستوران کار میکنه. سهیل آدمش کرده. تو چرا اینقدر ضعف نشون میدی از خودت؟ چی کار کنم؟ همش فکر میکنم دارم تنه میزنن. تقصیر سهیل دیگه. شاید تو خیلی حساس شدی. میام قرصاتو بیارم. ببخشید خانوم، جسارت شوهرتونه؟ کی؟ همین آقایی که دارین تعقیبش میکنی. شوهرم؟ نه خدا نکنه، یکی بستگانمونه. بی ببینم بابا بودو. آدرس اینجا دقیقا چی میشه؟ بله سلام، چطوری مانیا؟ شهره؟ یه دو ساعتی مرخصی گرفت رفت بیرون، چطور مگه؟ مطمئنی؟ کجا؟ کجاست؟ از همون شب مهمونی شک کرده بودم، میخواستم مطمئن شم. فکر نمی کنین بهتره فعلا رو در رو نشیم؟ هنوز تو کافی شاپ ها؟ آره خاله، ولی بهتره که قربونت برم. بدم کن بی همه چیز. اینجا جاش نیست، بذار برای حرف بزنیم. نشنوم صدا تو. تو لیاقت اون زندگی رو نداشتی. فروغ میگم اینجا ببند دهن تو. فروغ جان اجازه بده. خفه شو.
تو چی خیال کردی ها؟ فکر کردی من بدون تو نمیتونم زندگی کنم؟ میدونم اشتباه کردم، حق با توه، ولی دیگه تکرار دیگه تمومش کن سهیل، خیلی وقت دارم کاراتو نادیده میگیرم، باید تمومش کنی. خیلی خوب تمومش میکنیم، ولی از نو شروع میکنیم. تو خجالت نمیکشی؟ بی خود خودتو به نفهمی نزن، باید بریم دادگاه طلاق بگیریم بری پی کارت. شرن نگو. من چرن میگم؟ من چرن میگم؟ از چشم افتادی سهیل. طلاقت بدم که چی بشه ها؟ که چی بشه؟ فکری پول داری هر کاری دلت بخواد میتونی بکنی؟ یعنی چی؟ نه خانم محترم، میخوای بگی دادگاه چی بگی؟ میخوای بگی معتادم؟ میخوای بگی ایدز دارم؟ میخوای بگی ناتوانم؟ یا میخوای بگی بچم؟ ها؟ کور خوندی، تو زن منی. حالیت میکنم سهیل، از فردا برای همه چیز رو خودت حساب کن. کنار کلید ویلا رو میذاری، سویچ ماشینم همینطور. فروغ. اصلا همه چیزو میذاری. فروغ وایسا برای توضیح میدم. فروغ بی خود دنبال من نیا. سلام خاله، صدات چرا اینجوریه؟ چی؟ کجا؟ خیلی خوب تو آروم باش، من الان میام. میام الان. سلام، چی شده؟ اگه بدونی چه بلایی سرم اومد، لزگو بزنم بچه مردمو بکشم. خیلی خوب، حالا که چیزی نشده عزیزم، آروم باش. اصلا اعصابم به هم ریخته، کنترل خودم رو از دست دادم. میخوای بریم دکتر؟ فشارت بالا نباشه. نه نه، قرصمو خوردم. با این حرف زدم، میگه طلاق نمیدم. دیشب یه جارو جنجالی را انداخت که بیا و ببین. مانیو من نمیدونم چیکار باید بکنم. خاله من هرجور شده باید از دست این خلاص بشم. خانم خدا خیلی بهتون رحم کرده، حتما یه خون بریزید. بله من یکم کنترلم رو از دست دادم. نه خانم، شما کنترلتون رو از دست ندادید، ماشینتون دستکاری شده. ترمز نداره اصلا. یعنی چی دستکاری شده؟ الله اعلم. احیانا شما بدخو مدخو نداری خانم، ولی ماشالله وضعیتون این که مشخصه خیلی رو به راست. ولی به خیر گذشت، خدا خیلی بهتون رحم کرد. چی؟ هیچی. نگران نباشید، تا یک ساعت دیگه آماده است، میتونیم بیاییم بیاییم. فایز بکنیم. این اصلا دیوونه شده. فکر نکنم خاله، شادم خیلی باهوشه.
فهمیده میخوای ازش جدا بشی. هیچی هم که به اسمش نیست. میدونه اینجوری بازی رو باخته. خب چطوری از شرش خلاص بشم خانم فیلسوف؟ مگه تو دنبال تحقیق در مورد شر نبودی؟ بفرما. اینم یه ماجرای واقعی. چرا نمیریم پیش پلیس؟ چجوری برم پیش پلیس؟ چجوری ثابت کنم اون میخواد منو بکشه؟ عزیز من اینجا ایرانه، اونم شوهر منه. بدون دلیل که نمیتونم تقاضای طلاق کنم. اونم اینو میدونه. ولی اون قصد جونتو کرده. بالاخره میکشتت. مطمئنم. بعدش هم که میشه صاحب همه اموال من. تنها وارث من. خیال خام. نمیذاریم خاله. تو چی تو کلته؟ بجن که اون شما رو بکشه ما میکشیمش. پاشو بریم خاله، خیلی کار داریم. پاشو عزیزم. در نکنه. ببین من حوصله این خالتو ندارم. یواشتم میشنوه. بهترم جون تا هم قاطی بازی و اینا نشی. عمه جون من که نمیتونم تو این شرایط تنهاش بذارم. بعدشم بزرگ شدم دیگه، بچه که نیستم. از اون چی شد پیداست؟ ببین نیم ساعت دیگه وقت خواب منه. من خوابم سنگینه. هر چی میخوای خودتون بیان ببرید. چشم، شما بخوابید. شب بخیر. احمد حتی نایمد یه احوال پرسی با ما میکنه. خسته بود، به دل نگیر. میگم میخوای من برم خونه یه بار دیگه باش حرف بزنم؟ ها فکر بعدی نیست، فقط من نگرانم این دفعه دیگه نتونی قصر دار بری. دو بار شانس آوردی، دفعه سوم چی؟ آخه من کاری نکردم اون بخواد منو بکشه. مانیا من عاشق اونم. هرچی خواسته بهش دادم. میدونم. اون همه رو میخواد. ولی بدون تو. باور کن دلم نمیخواست اینجوری بهت بگم. ولی فکر کنم الان دیگه وقتش با واقعیت رو برو بشی. ولی نداره. تو چت شده خاله؟ عشق کورت کرده؟ باور کن الان وقتشه. قول میدم بهت آب از آب تکون نخور. بهش زنگ بزن، بگو بیاد اینجا، بگو دیگه با تو تو خونه نمیذاری مگه بعد از طلاق. بکشونش اینجا، با هم یه قهوه میخوری. از من نمیاد مانیا، من نمیتونم اینجوری، اصلا خودم خوب نیستم. یه دقیقه وایسا، یه قویدونت برم. اینو بگیر، یه دونه از این بخور، آرومت میکنه. چیزی نیست، از اون برگ بودم. خودشه.
بله. فروغ کجاست؟ از من میپرسی؟ ببین من میدونم که تو میدونی، بگو کجاست. داره میاد اینجا. ببینم تو چرا دست از سر خاله من بر نمیداری؟ بهتر تو کارهای ما دخالت نکنی، بشین تزتو بنویس. اون زن منه، فهمیدی؟ از وقتی سر کلت پیدا شده همه چی به هم ریخته. منظورت از همه چیز نقشه های شومت دیگه. تو فکر میکنی من نمیدونم داری چی کار میکنی؟ برای بار آخره بهت میگم، از سر راه من برو کنار. بگو بهم زنگ بزنه. بای. شنیدی؟ خاله این آدم ارزششو نداره. نگران نباش دیگه، بسپرش به من. امکان نداره بذارم بهت آسیب برسونه. الو الو بیا پایین. تنهایی دیگه. فکر میکردم حال من خوب نیست، ولی مثل این که من خوبم. زودتر بریم خونه، سرم خیلی درد میکنه. بشین برات یه قهوه بیارم حالت جا بیاد. میخوام باهات جدی حرف بزنم سایه. فروغ و جدی باش باش، فقط قهوه تلخ باشه. میدونی که میارم. پسش بر نیام خالی، این تنها راحته.
تو فکر کردی من دیگه به در زندگی با تو نمیخورم؟ چشم دنبال پولاته. ما دیگه نمیتونیم ادامه بدیم ساحل. نمیتونیم. یه غلطی کردم. ولی میدونی که تهی تهش دوستت دارم. نداری. تو دیگه اون ساحل سابق نیستی. اونی که شب و روز دنبالم بود. دیگه دوستم نداری. دوستت ندارم. اگه نداشتم به خاطر اینم به سختی نمیکشیدم. سختی؟ آره دیگه. میدونی که توی مملکت حرف مردم و زن سمبالا بگذاریم. عجب، تازه شنیدی این حرفا رو؟ فروغ بیخیال شو، برگرد سر خونه زندگیت، بیا بریم خونه خودمون. من دیگه تو خونه بر نمیگردم. من تو خونه پیش تو امنیت جانی ندارم. این حرفا رو کی یاد داده؟ نکنه همین دختر فیلسوفه؟ آره چی گفتی؟ من چیزی نگفتم. فکرم چیزی گفتی. طلاقت بدم که چی بشه؟ آس و باس، بدبخت و بیچاره، مثل قبلنا. تو این یه سال، تو این چند سال چیزی به نام من کردی؟ ها؟ بس به خاطر هم میخواستی که الکم بکنی؟ زیادی خوردی. خوب برم اینجا حالا بد شد. تو چیکار کردی؟ بهت ثابت شد خاله؟ دستشو بگیر ببریمش تو همون. همون برای چی؟ به جا
شد خاله. شرش خلاص شد. خب حالا باید چه کار کنیم؟ برو ماشین رو بیار جایی در خونه. بخی یواش برو همه بیدار نشن. بودو بشین باش برمون بعد. خیلی خوب برو بشین. خوبی؟ پرسیدم خوبی؟ خواهی باش چی کار کنی؟ فکرشو کردم. میندازیمش تو استخر. اینجوری به نظر میاد طبق معمول مست اومده خونه، تعادلش به هم خورد، افتاده تو آب خفه شده. من که خواب نیستم، هستم. تازه بیدار شدی. تا الان داشتی خواب یه عشق دروغی رو میدیدی. باید دیگه تموم شد. من حالم بده. دارم بالا میارم. یکم وایسی میرسیم خونه. نمیتونم نگه دارم. نگه دارم. چجوری میتونی اینقدر راحت باشی؟ من این کارو فقط به خاطر تو کردم. جعفر و زنشی؟ اونا الان خوابن. بعدش هم به این رفت آمده شبونه عادت دارن دیگه، نه؟ ولی ما بیدارشون میکنیم. بریم خاله، اینجا سیف نیست.
کردیم مانیا، کاری که باید میکردیم. ببینم خاله، دوست داشتی اون بکشته، دوست داشتی همه مال و انبارتو بالا بکشه، بعدش هم بره با اون دختره عوضی اشغال کنه. آره؟ بلش کن دیگه، قربونت برم. میخوای موزیک بذارم گوش بدی؟ اصلا بذار ببینیم تو چی گوش میدی. با حدسشو میزدم، یادم بنداز یه سیدی خوب بازت رایت بکنم. چی؟ متالیکا دوست داری؟ آره؟ خیلی عادی رفتار کن. بپرس آقا هنوز نیومده خونه؟ سلام، سلام خانم، طوری شده؟ آقا از صبح خونه سر نزدن؟ نه. خیلی خوب، شب بخیر. شب بخیر. قهوه که میخوری؟ قهوه؟ نه، من حالم اصلا خوب نیست، تمام تنم داره میلرزه. طبیعیه خاله، قرصاتو خوردی؟ آره. میگم کی اونو؟ میندازیمش، کم وایسا این دوتا خوابشون سنگین بشه، بریم میندازیمش تا استخ جا خوش کنه. میخوام هر یه چیزایی پیدا کنم سنگینش کنم زیرا بمونه سنگی آجوری.
خاله؟ خانم چی شده؟ زنگ بزن به دکتر. موبایلت کو شماره‌اش رو ندارم. دفترش خاله نصف شبه ها. زنگ بزن. الان یه آرام بخش بهت میزنم راحت و لنگ تو بیا خبی. نمیدونم چی اونقدر اذیتش میکنه، فشارش 16 رو 12 بود، استرس برایشون حکم سیانور داره. کمکش کن آروم بشه. جدی میگم دکتر، من دارم همه سعیمو میکنم. مطمئنم. لطف کردین اومدین. چقدر باید تقدیمتون کنم؟ با خودشون حساب میکنم. شبتون بخیر. شب شما هم بخیر. اقدس خانم. سلام خانم، خدا شکر بهترین. سلام، مانیا کجاست؟ صبحی رفتن بیرون، شاید کار داشتن. خیلی خوب، به کارت برس. الو سلام خاله، بهتری؟ من دارم میرم ماشین رو یه جا ولش کنم، زود بیا. ماشین شوهرتو دیگه. نه نه نگران نباش، یه جا پارکش میکنم زودی میام. اوکی بای. اسرائیل خبر داری؟ نه خانم، من ازشون هیچ خبری ندارم. پس شما اینجا چی کار میکنی؟ خب من واسه چی باید از ایشون خبر داشته؟ بالاخره نمیدونی کی میاد کی میره؟ چه روی بلند شدی اومدی اینجا؟ میخواستم از آقای... برو گمشو بیرون. بیرون. سلام. سلام مریم، اینجا ببینم. بله خانم. این دختره برای چی اومده بود اینجا؟ کاری داشته. خب چه کاری؟ دنبال آقا سهیل بودن. ببین این اخراج شده، دیگه اینجا راش نمیدیم. چشم خانم، به کارت برسه. عزیزم برو به کارت برس. الو سلام فرشاد، چطوری؟ فروغم. خوبم. ببین تو از سهیل خبر نداری؟ نه، از دیشب تا حالا ازش خبری ندارم. نمیدونم.
نه به گوشیش هم هرچی زنگ میزنم قطعه. ببین اگه خبری ازش شد به من آره یه زنگ بزن. ممنون. خداحافظ. به به چه بوایی میاد. بهتر نیست به پلیس خبر بدیم؟ برای چی؟ خب معلومه وقتی یکی پیدا نمیشه چیکار باید کرد؟ فکر نمیکنی یکم زوده؟ جنازه لعنتی بالا نمیاد. دارم دیوونه میشم. حتما گیر کرده به چیز ته استخر. باز که شروع کردی خاله. حالا غذا چی هست؟ اونجاست؟ ترسیدم. تو که خوابیده بودی. صدای شنیدم اومدم ببینم چه خبره. چرا بیداری؟ بیخواب شدم. خوابم نمیبره. بریم. تو به جعفر گفتی آب استخر رو خالی کنه؟ استخر چی میگی؟ من کی؟ میسته باز چی باید این کارو بکنه؟ نکنه خبر داره. یعنی چی؟ بله خانم. جعفر آقا برای چی استخر رو خالی کردی؟ سگه یادتون رفته. پس فردا تولدتونه. باید ترتمیزش کنیم دیگه. بریم.
مطمئنی مرده بود؟ مگه اینکه دوتا جون داشته باشه؟ ای خدا، یعنی کی داره با همون بازی میکنه؟ ما نیا باید به پلیس خبر بدیم، من دیگه دارم روانی میشم. مشخصات لطفا. سهیل خانی آبادی، متولد تهران. سن؟ 30 سال. ایشون همسر شما هستن؟ بله. یعنی چند سال از شما جوان ترن؟ 10 سال. عکسی ازشون دارین که؟ بله. لطفا کنیم. چند وقت ازدواج کردی؟ حدود 3 سال میشه. ببخشین، به چیزی مشکوک نیستین؟ رابطه پنهانی؟ سفر خارجی؟ نه خیلی، فکر نمی کنم. با هم زندگی میکردین دیگه؟ بله. ببینم، آدرس جداگونه ای ازش ندارین؟ یعنی دوستی، رفیقی؟ نه، پدر مادرش که شهرستانن، باشون تماس هم گرفتم، متاسفانه خبری نداشتم. گفتیم ماشینش چی بود؟ یه سانتافه سفید مدل 90. به مرکز درمانی که اطلاع دادیم؟ نه خیر، فکر میکردم پیدا میشه. آخه سابقه داشته 2-3 روز رفته سفر، ولی خبر میداد. باشه، باهاتون تماس میگیریم. البته یه سرم خونه میزنیم اگه مشکلی نیست. نه نه، چه مشکلی؟ من میتونم برم؟ بله، باهاتون تماس میگیریم. بفرمایید. کجای لعنتی؟ آخه تو از جون من چی میخوای؟ چی شده خاله، چه خبره؟ جعفر، جعفر از این چیزا خبر داشت؟ چیا؟ بازی کامپیوتری سهیل، مارک سیگاری که میکشه. نمیدونم. تو فکر میکنی کار اون باشه؟ نمیدونم، ولی اینو میدونم که سهیل مرده. پس این جعفر توی خونه چه غلطی میکنه؟ خاله جون یه دقیقه وایسا. اصلا با من حرف نزن. اصلا نمیخوام حالش شب نیست. خواهش می‌کنم. دیوونه شدم دیگه، دارم روانه میشم. خاله مالیا که چی نگی؟ گوش کن ببین چی میگم. آقا حواسم هیچ چی نمیشه. هیچی. جعفر آقا. جعفر آقا. چی خبره؟ گفتم هیچ نگو. جعفر آقا درو باز کن. مگه خودت نیستم درو باز کن. اصلا
چی شده خانم؟ برای چی باید یکی بیاد تو ویلا؟ برای چی بیاد تلویزیون روشن بکنه؟ تو مثلا حواست کجاست؟ تو خونه چه غلطی داری میکنی تو؟ آخه کی اومده خانم؟ من برای چی دارم به تو پول میدم؟ خاله منو ببین. گفتم ولم کن. تو به چه درد من میخوری؟ نه میخوام بدم تو به چه درد من بیا بریم خاله حالت بد میشه ها بیا بریم بابا جونی من چی میخوام؟ خیلی خوب آروم باش از دوری آقا زده به سرش من چه میدونم برو تو بابا تو فکر نمی کنی سهیل زنده است؟ اصلا شک ندارم که مرده مطمئنم مگه اینکه تو به روح اعتقاد داشته باشی اونم از نوع شیطانیش نمیفهمم پس قضیه چیه؟ من نمیدونم چرا همه شکم به این جعفره ولش کن انقدر بهش فکر نکن بسپرش به من اصلا دارم نمیخواد هیچی آزارت بده من به خاطر تو این کارو کردم مطمئنم هستم که کار درستی کردم مانیا آدم کشتیم اون آدم نبود بعضی اصلا لیاقت زندگی کردن ندارن کاش که اون کارو نکرده بودیم واسه پشیمونی دیگه خیلی دیره همه چی درست میشه این اولش بهت قول میدم خاله من خیلی خستم میرم بخوابم تو هم بهتره دیگه بخوابی در ویلار هم قفل کن که دیگه ارواح خبیث نیان سراغت دوستت دارم خاله Thank you.
اونجوری هم که فکر میکردی سخت نبود. حالا چیکارش کنیم؟ فعلا بهش دست نمیزنیم. نفسهای آخرش. دلم واسش میسوزه. تو مطمئنی گیر نمیافتی؟ نگران نباش. فکر همه جاشو کردم. تا الانش هم همه چی عین نقشه پیش رفته. با جشن بگیریم. از کجا من اون کلکی تو کارت نباشه؟ به من شک داری؟ اونم الان که همه چی اونجوری که بهت گفتم پیش رفته؟ اگه بهت شک داشتم وارد این بازی کثیف نمیشدم، ولی حقش بود. میدونستم یه روز ازم خسته میشه و من میذاره کنار. دیگه آلو سری بدبخت نداشتم. برو بیرون یه نگاه بنداز ببین سرای دارو زنش خوابیدن یا نه. فقط بپا نبیننت. برو بیرون یه نگاه بنداز خیالمون راحت بشه. برو. همه چی رو به راه، هیچ خبری نبود. داره جون میده. میخوای؟ به خاطر زندگی ما. میخوام از گیلاس تو بخورم. دیوونه، اگه بهم شک داری که اصلا به خاطر زندگیمون. بخور. چرا نمیخوری عزیزم؟ اصلا از این کارت خوشم نیومد. بخور. گفتم که خوشم نیومد. گفتم بخور. باشه، واقعا واسهت متاسفم. میدونستم زرنگی، ولی منو دست کم گرفتی. منو خر کردی که زنم بکشم.
بعد منو بکش که همه اموال منو صاحب شی؟ کور خونی کسافت، کور خونی کسافت حرومزاده. صدای شنیدم، رفتم پایین ببینم چه خبره. دیدم خانم افتاده رو زمین داره جون میده. من تا اومدم به خودم بجنبم دیوونه بهم حمله کرد، گلومو گرفته میخواست خفم کنه، خواست منم مثل خالم بکشه. هر کاری کردم جیغ بزنم نشد. من کشون تو آشپزخونه، دیگه داشتم خفه می شدم. دستم رو دراز کردم، کاردو برداشتم. ببینید خانم، شما با نیت قبلی به ایران اومدین. از 3 ماه قبل از اینکه وارد ایران بشین با یه شخصی به نام اس واندر توی فیسبوک چت میکردین. اینم پرینت های چت تو با اون. نه اصلا، چی داریم میگین شما؟ اون سهیل بود، درسته؟ بعدم با یه آیدی دیگه بهش میل میزدی و رو مخش کار میکردی. داریم به من تهمت میزنین، من وکیل میخوام. ببین خانم، اینجا ایرانه، به این راحتی نمیتونی قصر در بری. حرفتون همش تهمته. داشت منم میکش، مگه ندیدین؟ بابا فروخ خالم بود، من واسه چی باید این کارو میکردم؟ خب معلومه، چون ارث خواهرش رو بالا کشیده بود و شما رو مجبور کرده بود که از ایران مهاجرت کنین. اونم دست خالی. و تو اونو مقصر میدونستی. یک کلمه هم از حرفاتون چیزی نمیفهمم. و حالا فکر میکنی وارث همه ی املاک و دارایی های خالت مادرته. اینطور نیست؟ اگرم هرچی به مادرم برسه حقشه. ولی اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه من توی این ماجرا دست داشته باشم. یادمه داشتی راجع به لذت گناه فکر میکردی. حالا به چی فکر میکنی؟ لذت یا عقوبت؟ خانم، ما هیچ وقت زیر ابر نمیمونم. خیلی هم مطمئن نباشی.
جالبه که حتی پشیمونم نیستی. اقرار به گناه و توبه لذت خاص خودشو داره. نمیخوای تجربه کنی؟ اینا یه فرضیه است. شما هم بدون مدرک نمیتونیم منو اینجا نگه داریم. همه چی طبق نقشت پیش نرفت. باید یه خورده حواستو بیشتر جمع میکردی خانم فیلسوف. گفتم ماه زیر آب نمیمونه. چرا؟ نقشه من حرف نداشت. میکن عوضی من که خواستم گذشته رو جبران کنم. من که میخواستم همه دور هم جمع بشیم. من که میخواستم سهمتون رو بدم. بهت گفته بودم مانیم. آره گفته بودی، ولی اون همه سال در بدری تو غربت چی؟ اونم پس میدادی؟ دقمرک شدن بابام چی؟ میدونی بابا چی کار کردی؟ میدونی با خواهر خودت چی کار کردی؟ پس چرا؟ چرا وقتی داشتم جون میدادم خلاصم نکردی؟ میدونی چیه؟ خواستم زجر بکشی، ولی اون شعار آشغال کثافتت اومد همه چی رو خراب کرد. باورم نمیشه. ولی من دوست داشتم مانیا. دوست داشتم. بریم. Yeah.